السلام علیکم درنو ریدونکو، ستلی مشی په خیر راغلی. زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري یا رکراس پروگرام دی. شنوندای عزیز و بینندگان محترم سلام عرض میکنم. احد عزیزاده هستم، خوشحال هستم که با همکارم زیبا جان خادم باز هم در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه رکراست سپین خبری که البته به موضوع داغ روز اختصاص یافته. مننه احد عزیزاده سب. قدرمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس برحال جمهور رئیس جو بایدن د 2023 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دویم دورې لپاره د خپل کاندیدای نه تیر شوی دی او د خپل مرسیالې کاملا هاریس ملاتړ کړی دی. نو کاملا هاریس به د نومبر په 15مه د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره مقابله ته ودرېږي. دا به د اګست میاشتې په 19مه چې د دیموکرات ګوند ملي کنګره دایریږي معلومه شي چې کاملا هاریس به د ګوند تاییدی حاصله کړي یا نه. بله، همونطور که شنیدین شنونده و بیننده عزیز، با کنار رفتن جو بایدن از مبارزات انتخاباتی شمار زیادی از شخصیت های حزب دموکرات حمایتشان از کاملا هاریس ابراز داشتند. آیا ممکن است کاملا هاریس در تاریخ 248 ساله ایالات متحده با عنوان نخستین زن سیاه‌پوست و از نژاد آسیای جنوبی نامزدی حزب دموکرات به دست بیاره؟ بله، دا او نیری نور پختنی دی د جمهوری غوختون کو او دیموکراتانو د انتخاباتی مبارزی پلار که او بیا کله چې د ولس رای اخیستل کیږي. په دې باره کې مونږ غواړو چې د دوه تنو کارپوهانو نظریات واخلو. زمونږ یو میلمه د افغانستان پخوانی سفیر عمر صمد صاحب دی او بل میلمه مو محترم واحد فقیری صاحب دی د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه. بله، بله، همونطور که شما فرمودین جناب عمر صمد عضو ارشد شورای اتلانتیک و سفیر سابق افغانستان در کانادا و فرانسه و تحلیلگر امور سیاسی و جناب واحد فقیری کارمند سابق سفارت امریکا در افغانستان و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. بله، و امیدوار هستم که دوشان در اسکایپ گرفته بتانیم. بله، او تاسو نه مننه قدرمن اوریدونکو او درنو ملمنو مخیلی دی چې په ټاکلې مسالې باندې خپل بحث پیل کو. په همدې باره کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون یو راپورټ برابر کړی دی. راپورټ په ټول واورو روسته به خپل بحث ته وشو. په 2020 کال کې چې کله کاملا هاریس د ولسمشر مرستیاله وټاکل شوه نو دا په متحده ایالاتو کې یوه تاریخي شیبه وه. پخوانی سناتوره د امریکا لومړنۍ مرستیاله ولسمشره ده. دا زما ویاړ دی چې دلته یم. د هغو کسانو په مرسته دلته رارسېدل یم چې زما نه مخکې دلته راغلي وو. هاریس هم دغه ډول لومړنۍ تورپوستې او هندي اصله امریکایۍ ده چې د هېواد د ولسمشر د مرستیالې په توګه خدمت کوي. هغې د ډیرو ښځو لپاره ډیر محدودیتونه له منځه وړي دي. کاملا هاریس په 1964 کال کې د کالیفورنیا ایالت د آکلند په ښار کې د هندي مور او جمیکایي پلار نه زیږیدلې او ښوونځی په هغه کلونو کې لوستې چې په امریکا کې په ځانګړي ډول د دغه هېواد په ښوونځیو کې د نژادي کرکې د له منځه وړلو هلې ځلې روانې وې. هاریس د هاورد پوهنتون نه د حقوقو په برخه کې د فراغت وروسته په 2004 کال کې لومړنۍ میرمن وه چې د کالیفورنیا ایالت د سان فرانسیسکو ښار لویه څارنواله شوه، او په 2011 کال کې لومړنۍ تورپوستې شوه چې د کالیفورنیا ایالت د څارنوالۍ د مشرې په توګه یې کار پیل کړو. د ولسمشر د مرستیالې په توګه د کار په کلونو کې هغې د سترې محکمې له لورې د جنین د سخت د قانون حق د لغو کولو په بحثونو کې اوچت غږ لرلی او خلکو ته د حکومت په مرسته د ارزانه روغتیایي بیمو برابرولو او د درملو د نرخونو د راکمولو ملاتړ کړی.
ترامپ په دې خبره ویاړ کوي چې د سخت جنین د حق قانون له منځه وړی دی. نو هیڅ غلطي مه کوئ. که ترامپ فرصت ترلاسه کړي، هغه به په هر ایالت کې د سخت جنین غیر قانوني کولو لپاره په ملي کچه په سخت جنین د بندیز قانون لاسلیک کړي. حکومت همدارنګه نوموړي د مکسیکو سره په سرحد کې د کډوالو د مسلې د حل موندلو لپاره مسوله وټاکله، خو د 2024 په ټاکنو کې د کډوالو مسلې زیات ارزښت موندلې او په دې موضوع کې د بایډن ټاکنیز کمپاین دفاعي دریځ غوره کړی دی. اوس د امریکایي اتباعو د ژوند ملګري چې اسناد نه لري او د لسو یا ډیرو کلونه په امریکا کې دي، کولی شي په هیواد کې پاتې شي او د ګرین کارت غوښتنه وکړي. د مهاجرت پلوه ډلو لکه اسیایي امریکایي، د هوایي ځای اوسیدونکي او د پاسیفیک ټاپوګانو د خلکو سره د خبرو په مهال هغې د ډونلډ ټرمپ خبرو ته پام واړو. ولسمشر بایډن د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ په راروانو ټاکنو کې د خپلې نماندۍ تیر شو او د هیرس څخه یې ملاتړ څرګند کړو. که ډیموکرات ګوند لخوا د هیرس نماندۍ تایید شي، نو نوموړی به د امریکا ولسمشرۍ ته د لومړنۍ هندي نژاده او تور پوستې کاندیدې په توګه یو ځلې بیا تاریخ جوړ کړي. دا و د کیرلین پرسوټي د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ. او قدرمن اوریدونکو، که کاندید شوه او کاندیدی وګټله، نو بل سوال به دا وي چې د جمهوری ریاست لپاره به په انتخاباتو کې څومره رایې وګټي د ترامپ په مقابل کې، دا مقابله به چیرته ورسیږي، څومره ملاتړ به ترلاسه کړي. ډیرې نورې پوښتنې هم دي. په خیال مې زموږ دواړه مېلمانه پروګرام ته راغلي دي. با ما حسن جناب عمر سمت، عضو ارشد شورای اتلانتیک و سفیر سابق افغانستان در کشورهای کانادا و فرانسه و تحلیلگر سیاسی مقیم ایالات متحده، و جناب واحد فقری، کارمند سابق سفارت افغانستان در افغانستان، بخشن کارمند سابق ایالات متحده در افغانستان، بله، و تحلیلگر سیاسی. به خوش اردوی شما میمان عزیز خوش آمدید میگیم. بسیار ممنون از اردویتان که در با ما هستین، دعوت ما را قبول کردین در برنامه. بین که سوال اول از جناب سمسب شروع کنیم. جناب سمسبی، چقدر انتظار میرفت که آقای بایدن کنار بره، برزی که انتقادات در روزای آخر نیست که سر شیر نحوی صحبت ها و حمایش بخصوص مناظری آقای بایدن بوده، تیر شده، این انتقادات خب پیشتر از ما بود. چرا حال آقای بایدن تصمیم گرفتن که کنار بره؟ سلام به شما، به خخیری سب و بیننده و شنوینده شما. خدا کنه که آواز ما داشته باشید، چون بلد. صدای شما یک کمی پخش می آید از برای من. تشکر از سوالتون. من فکر می کنم که به مرور زمان اگه ببینیم در خلال چند ماه اخیر تدریجا آقای بایدن در نزد اذهان عامه و آمارهایی که گرفته می شد امو کمرنگ شده می رفت و ضعیف شده می رفت و از امو محبوبیتش کاسته می شد و ما شما شاهد بسیاری از مشکلات صحی که داشت هم بودیم و یاد فراموشی که داشت که به مرور زمان زیاد شده. در این زمان به فکر میکنم که در داخل حزب دموکرات امریکا هم اختلافات درونی زیاد شده. یک ایده بودن که مخالف کاندیدوتوریش بودن، یک ایده هنوز هم تا آخر جانبداری میکردن بعد دلیلی که بود. خب بالاخره کار به جایی رسید که آقای بایدن کووید هم زد و ناچار من فکر میکنم با مشوره خانواده خود و مشاورین نزدیک به خود بالاخره به می نتیجه رسیدن که با دوام کمپینش چانس بردش بسیار کم شده، مخصوصا بعد از تحولات چند روز اخیری که در خلال از او آقای ترامپ وارد یک حمله قرار گرفت و زخمی شد و گفته میشه که در اذهان عامه سمپاتی و تمایل به طرفش بیشتر شده. دموکرات ها بالاخره به این نتیجه رسیدن که بهتر است که در دقیقه آخر اسب را عوض کنند و این اسب
پیره در عوضش یک کسی را که انرژی بیشتر داشته باشه، حافظه بیشتر داشته باشه، صحتش بهتر باشه و چانس بردش هم تا حد نسبی بهتر باشه، زیادتر باشه، روی کار بیارن، که من فکر میکنم دیگر چاره هم باقی نمانده بود. ولی نکته اوم داره که ما خدمت شما عرض کردم، این انتقادات خوب بسیار چندین ماه بود تا هم رقمی که گفتم پیشتر از مناظره، ولی چرا حال به نظر شما علت که اصرار میکرد که کنارگیری نکنه چی میتونه بوده باشه؟ یکی از دلایل عمده که آقای بایدن خودش اصرار داشت که خودش و امکان خانمش و ایده دیگه اصرار داشتن که تا آخر باقی بمانه امی بود که اولا آقای بایدن فکر میکرد که ماموریتش تکمیل نشدن و بازی آجندای کاریش هنوز تمام نشده و میخواه بازی کارهای دیگه را هم در سطح داخلی داخل امریکا انجام بده، هم در سطح بین‌المللی که به او علاقمندی خاص داشت و میخواست که در دور دوم به اونا رسیدگی صورت بگیره. در پالوی از او من فکر میکنم که آقای بایدن فکر میکرد یگانه کسی که بتونه آقای ترامپ شکست بده خودش است، کسی دیگه در میدان نیست و ظهورم نکرد در خلال یک سال گذشته در بین دموکرات ها و کسی رشد هم ندادن برای از این که بتونه که آقای ترامپ با تمام مشکلاتی که آقای ترامپ داره، البته قضایای مختلفی که داره، دوستی های مختلفی که داره، شکست داده بتونه. و آقای بایدن همیشه ایده یادوار میشد که ببینین در سال 2020 من بودم که شکست دادم آقای ترامپ، لحاظا امی روند باید دوام داد و از امی آلت فعلی استفاده کرد و از جایگاه ما به حیث یک رئیس جمهوری که هنوز در قصر سفید است استفاده کرد برای از اینکه مانع از این شوند که آقای ترامپ پس دوباره بار دوم انتخاب شود. لحاظا این دلایل عمده است که نقش بازی کرد. دیر تشکر و مرتمه صاحب کور مودن ستلی مشه اخبروانی تا واحد فقیری صاحب محترم په خیر رغلی پروگرام تا ستلی مشه. دا مسئله خو حل شو چه ولی بایدن تصمیم ونیو چې نلری کیږي او بیا بلاخره پریکړه اعلان کړه چې د انتخاباتو د کاندیدینو تیر شو او د کاملا هریس ملاتړ کوي. اوس خبره دی هتا را ورسیده مګر د کاملا هریس کاندیدیدل او بیا په حزب کې دا غیته ایدیدل دا بل مسله ده، او چې انتخاباتو هغه ملي کانګره د انتخاباتو نمخ کې د دیموکراتانو ملي کانګره چې دایریږي هغه ته هم لګ یعنی کم وخت پاتې دی. ستاسو په فکر په کوم لحاظ به کاملا هریس سره د دیموکراتانو د ګوندي اختلافاتو با وجود دومره رای وګټي چې کاندید شي، ګوند رسمن کاندید کی؟ تشکر زیبا خور تاسو محترم عزیزاده ته او شاغل محترم او مرسمت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم. یعنی عمومی خبره داده چې دیموکراتان و یو داسې کاندید ته ضرورت لري، بله، چې هغه هم په حزب کې اتحاد راولي او هغه تکان چې خوړل شوی دی په حزب کې هغه شاک چې راغلی دی د بایدن د وتلو سره، داسې څوک باید وي چې هم حزب سره متحد کې او هم امریکایانو ته دغه ډاډ ورکړي چې دغه شخص چې یک دیموکراتان کاندیدوي دا د دې قابلیت لري چې د امریکای دغه اوسنۍ حالت چې دی د دې لپاره علاج لري، د علاج کولای شي چې دې علاج وکړي. که څه هم د کاملا هریس یو مشکل دا دی چې دا باید د بایدن د پالیسۍ څخه دغه وکړي، دفاع وکړي، ځکه د دغه ادارې ښځه ده، د دغه ادارې ماموره ده او د بایدن مرستیاله ده، خو باید په عین زمان کې یو مستقل دریز هم ولري، یو داسې دریز ولري چې هغه د دې خپل وي، دې ته خپل شخصیت ورکړي او دا هغه موږ چې ورته وایي پیرو یا دنبالرو ترسیم نه کړي، هغه ونه تراشي. یعنی که څه هم یعنی په حزب کې چې موږ دا اوس ګورو ټوله متحدان د دې ملاتړ کوي تر ډېره حده پورې، مګر په اسب کې درزونه سته، په اسب کې اندېښنې موجودې دي او د هغه باندې باید غالب سي. د دې لوی لوی اول لوی چیلنج د حزب د خپل حزب متحدول دي او بل امریکایانو ته دغه ډاډ او الهام ورکول دي.
چې دا د دې قابلیت لري چې امریکا رهبری کې که څه هم تاسو پوهیږئ چې د ترامپ هغه اساسي ټکی دغه دی چې د امریکا په بد حالت کې ده. بله، د امریکا کشتی په طوفان کې راګیر ده او زه یم زه د دې قابلیت بچولی شم چې ودیه ته نجات ورکم. دغه شی سره باید دا مقابله وکړي او داسې وشوي چې دا زه یم چې دا کار کولی شم. فقیری صاحب محترم، تاسو پوهیږئ چې د دین مخکې یعنی د جهان ته چې وګوري، د جهان کې رهبرانو ته چې وګوري، خزې وي په قدرت کې، اما په امریکا کې جمهوری ریاست ته تاسو پوهیږئ چې هیلری کلینټن څومره سخته مبارزه وکړه مګر وې نه ګټله. دا چې د امریکا په سیاست کې په ټولنه کې د ښځې رهبریت اوس هم شرایط مساعد دي نه دي، دا یو سوال دی. بل دا چې خپل هاریس به چې فعلاً د جمهور رئیس بایدن مرستیاله ده او مخکې دا غینه د سنا غړې وه، یعنی سابقه لري په سیاست کې، پوهه لري، علم لري، مګر دا چې دغه ذهنیت په څومره ورته آماده وي د یوې تورپوستې ښځې په صفت، دا بله مسله ده. څه فکر کوئ؟ دا یو ګټله په ګوند کې کاندیده شوه، خپل معاون هم انتخاب کو، ښه تجربه کار سړی، اما رایګیری ته چې خبره ورسیږي څه فکر کوئ تاسو؟ څومره چانس شته؟ لوی اندېښنه ده. زما په یاد دي کله چې ښاغلی اوباما کاندید شو هم دا اندېښنه وه چې آیا یو ترپوستي امریکایي به وکړای شي چې د امریکې دغه جمهور رئیس. هر شی یو آغاز لري، هر شی یو پیلامه لري، باید یو ځای څخه شروع شي. زه فکر کوم چې په دې دیشو څلوېښت کالو کې د امریکې په جامعه کې په کافي اندازه کلتوري تغییر راغلی دی. جامعه ودې ته آماده شوې ده چې حتی تورپوستي هم ومني او یو شزه هم ومني، خصوصا په ځوانانو کې. په ځوانانو کې کلتوري او فرهنګي ډېر لوی تغییر راغلی دی چې ودې شته آماده دي. د زاړه خلک به شاید تر ډېره حده پورې ځینې اندېښنې ولري، مګر په ځوانانو کې دا شی تر ډېره حده پورې حل شوی دی. د کمیلا هارس یعنی یو دا دی چې د دې پرسپکټیو چې موږ ته وایو، هغه لیدلوری، یو خدای چې شزه ده او بل دا ده چې د اقلیتونو پورې تعلق لري. د دې پالیسۍ او د دې هغه کمپین به هم دغه دوه شان ور ترسیموي، ور تنظیموي، به یو نوی رنګ به ورکوي چې دا هم تورپوست ده او هم شزه ده. مګر چانس د دې سته، یعنی د امریکې جامعه چې هر څوک په دې دېش تلویش کال کې مطالعه کړی وي په دغه پیژي چې په امریکا کې بنیادی تغیرات راغلي دي، هم د نفوذ د لحاظ، یعنی د اقلیتونو ډیروالی په شهرونو کې، په نورو کې، دا د ځوانانو په طرز تفکر کې تغیر راغلي دي. دا چې آیا هارس په دې وتوانیږي چې د دوغو تغیراتو څخه د خپل ځان او د خپل حس په ګټه کار واخلي کنه، هغه پاینده کې معلوم سی، یعنی تر اوسه پورې عمومي درک دا دی چې کمیلا په د سابقه لري، رزمان لري، هغه د لیډرشپ هغه ډیره مهمه اصل عنصر چې دی، چې کاریزما ده، هغه تر اوسه پورې نه دی ښودلی. آیا په دې انتخاباتو کې چې دای خپل مستقل سي هغه کاریزما به وشوي او خلک ځان ته راجلب کړي او کنه؟ دا به پاینده څلور میاشتې وګورو چې آیا دا په دې توانیږي او کنه. مګر دغه ستا تهداب ایښودل شوی دی، بستر برابر دی، شوی دی، او د امریکې په جامعه کې په کافي اندازه تغیرات راغلي. جناب سمت صاحب، شما هم نکات را که آقای فقری ذکر کردن به او عمقیده استین. نشانه های از حمایت خوب بغیر از این که در آشکارا ذکر شده، ولی پلتفرم جمهوری کمک های مالی دموکرات هم در ایالات متحده اعلان کرده که در 5 ساعت اول 27.5 میلیون دلار اضافی جمهوری شده. میتونن شما فکر کنین که
اول بتونه کاملا هرس ای برده در کنونسیونی که در پیش روز بگیره که بتونه نامزد شوه و بعد از او با وظایف سنگینی که آقای فخریان به او اشاره کردن به او رسیدگی بکنه، اتحاد در حزب بیاره، شکافهایی که در درزهایی که در حزب به صورت ترمیم بکنه و اعتماد کلی مردم امریکا را به دست بیاره. خب چالش اول و آزمون اول برای خانم هریس امی است که علی رغم حمایت زمینی را که آقای بایدن از اون نشان داده، البته چاره هم نداشت چون معاونش است و در این وقت نمیشد که دفعتا یک رای دیگه را به پیش بگیرد، چون میتونست که در داخل حزب بسیار جنجال های جدید ایجاد کنه. آیا خانم هریس میتونه که در کنونسیون مای آینده آرای اکثریت یا اجماع بزرگتر را طرف خود داشته باشه؟ در این هنوز این سوال بسیار پابرجاست و سوالی است که مطرح، چون تمایلات در داخل حزب وجود داره، هم در جناح چپ هم در جناح راست حزب، که خواهان تغییر هستند و تحول هستند و فکر نمی کنند که با خانم هریس در رأس تیکت بتانند که برنده شوند در برابر آقای ترامپی که آره فعلا یک کمی از حالت گذشته بهبود حاصل کرده و آمار نشان میده که در نزد مردم از حمایت بیشتر برخوردار شده، که این البته میتونه که در خلال سه ماه آینده همه چیزا تغییر کنند و حالت داخلی امریکا، وضعیت داخلی خارجی امریکا تاثیرات خود در خلال سه ماه آینده داشته باشه بالای از این. سوال دیگه هم این است که خانم هریس به حیث نفر دوم و معاون خود کی را انتخاب میکنه؟ بله. در اینجا هم فشارهای بسیار زیادی وجود داره، چون ایده میگن که باید یک امریکایی سفید پوست به اصطلاح یک کمی عنانوی باشه، ولی از اینکه بخش عنانوی امریکا را و سفیدها را آرایش کاملا از دست ندن، خودش چون به اصطلاح توازن وساطل از توازن اجتماعی را تا حدی بتونه تمثیل کنن تا حدی که امکان داره. البته خودش باعث یک خانم و یک زن بار دوم است که یک بار سیوم است در امریکا که یک کاندید زن از اندام میکنه، اگر اشتباه نکرده باشم امکان سه چهار دفعه هم شده باشه. خب به هر حال ولی این بار معلومدار با یک چالش بزرگتر روبرو است و باید خود تثبیت کنه. چیزایی که آقای فخری هم گفتن درست است، خانم هریس در 3.5 سال 4 سال گذشته زیر سایه آقای بایدن کار کرده، بسیار مجال و مولتی از این نداشته که خود تبارز بده یا زیادتر مردم با او آشنایی پیدا کنن، و چند باری هم یعنی گاهی هم که تبارز میکرد برخمی به شکلی بود که بسیار جدیت زیاد از او نشان داده نمیشد، یعنی اینطور باعث یک رهبر یا لیدر نخواستن دموکرات ها، خودشان البته نخواستن، یک جنایت دموکرات ها نخواست که خانم هریس در میدان بکشانه، ولی بیشتر زیر سایه بود و کمتر مطمئن بود که این به نقصش امکان داره تمام شد، ولی فعلا یک فرصت داره که در خلال چند ماه آینده در این مورد تغییرات وارد شود. لحاظا من فکر میکنم که دموکرات ها یک مسیر سربالا را قدم میگذارن، یعنی که چالش هایشان زیاد شده نه کمتر، و دیده شده که جناح مختلف داخل حزب در کنونسیون ماه آگست چی تصمیمی بالاخره خواهند گرفت، و اطور نشه که مثل سالهای گذشته مخصوصا سال 1968 در امریکا بار از جنگ ویتنام که خاتمه پیدا کرده بود، نیکسون با مشکلات روبرو بود، در موضوع واترگیت هنوز چی نشده بود، لحاظ در او زمان هم در داخل حزب دموکرات یک انفجار صورت گرفت و اندازه که بسیار صدمه رسان به حزب و چندین سال گرفت تا اینا پس دوباره یک اندازه التیام پیدا کنند و حزب دموکرات پس دوباره یک رای جدید پیش بگیرند. دیر مننه تاسی نه عمر سمت سیب احد عزیزاده سیب یو سو شبی بسه برو کو بیرتا با خپل بحث پیل کو. بله یک وقت میگیم هایل
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو د سپین خبري یا روکو راست پروګرام اوري. نن د پروګرام موضوع دا ده چې جمهور رئیس بایدن بیگا پرون اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست بل دورې ته د کاندیدای نه تیر دی او د خپل مرسیالې کامل هرس ملاتړ کوي. موږ په دې باندې غږیږو چې کامل هرس به په خپل ګوند کې دننه په رایګیری کې تایید شي یا نشي، منظور بشي یا نه چې دا د کاندید شي د بل دورې ته، یو سوال دا دی. او بل سوال دا دی چې د ترامپ په مقابل کې دغه مقابله به داخل د امریکې کې څومره ګران وي، آسان وي، د نړیوالو عکس العمل به سي وي؟ نو ډېرې نورې پوښتنې هم دي چې موږ غواړو د خپلو دوه تنو مېلمنو سره دا پوښتنې مطرح کړو، کوشش به وکړو چې د ټولو سوالونو ځواب واخلو. هغه څه چې زموږ نظر ته راځي او ستاسو نظر ته چې کومې پوښتنې راځي کولی شئ آینده خبرونه کې مطرح کړئ. انشاءالله ټولو باندې به کارپوهان نظر واچي چې ستاسو سوالونه هم حل شي. زموږ دوه تنه مېلمانې دي د افغانستان پخوانی سفیر عمر صمد صاحب، د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه او تحلیلګر واحد فقیری صاحب. فقیری صاحب، فکر کوم سوال به تاسو ته راځي کو دا ځلې. اوس خو معلومه شوه چې کاد دیموکرات ګوند لخوا هرس تایید شي، نو دا به وي د جمهوری د پخوانی جمهور رئیس ترامپ په مقابل کې ولاړه وي انتخاباتو ته، کنه ریګریټه. نو یو خاطه د اقلیت نه یو تور پوسې میرمن په لومړي ځل د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندیده مقابله کوي، بل خاطه پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ چې د ډیرو یعنی ډیرو سیاسي مسلو کې اتهامات ور باندې دي، نو د دغه سابقې سره هغه ولاړ دی، مګر هغه د خپل د ګوند لخوا یوازینی کاندید دی، همدغه یو کاندید او ولاړ دی. د دې ترڅنګ د نړۍ حالاتو ته، د امریکا خارجي او داخلي سیاست کې مشکلاتو ته وګورئ، فکر کوي چې د مقابله به هرڅه اسانه وي که سخته؟ او جمهور رئیس ترامپ چې انتقادونه کړی دي، دا غید انتقادونه په برخه کې فکر کوي چې دا به دیتو فرصت ورکی چې دا هم د خلکو مثلا هغه خواخوږي خونه، بلکې د خلکو نظر جلب کی، هغه خو سمپاتي ګټل د خلکو د دې حمله نه روسته. مقصد نه ترامپ دی زبا خور، یعنی مقابله ده یو دا اتمن پدې کې جنجالونه ستا او د هرس لپاره، یعنی هغه د چورتوای مخ پر لوړه حرکت دی، واقعا هم یو دا چې شزه ده په خپل اول ځل دی یا د مقابله کې دغه سره د ټمپ سره، او اقلیت د اقلیتونو څخه ده، او په دغه سی یو بحراني حالت کې راولل. یعنی دا ټول هغه چیلنجونه دي چې دا ورسره مخامخ. مګر په عین زمان کې کمیلا هرس ځینی برتری هم لري، او هغه دا چې شاغلی ترامپ هم ډیر زیات مشکلات لري، د امریکای په جامعه کې مشکلات لري، د شوز سره مشکلات لري، د اقلیتونو سره ستونزې لري، په خارج کې د نیټو او د نورو سره، د خارجي د امریکای د ملګرو سره دغه ستونزې لري. یعنی آسیب پذیر دی په دې کې چې اکرسته چې آسیب پذیر دی خپل ترامپ، او بل د ترامپ د خبري هم د بایدن را ورسته دی پر ځای چې د ملي رهبر په شکل سره خبري وکړي، او خلک وحدت تر او بولی، امریکایان وحدت تر او راو بولی، د خبري تقریبا د نفاق خبري وي، او د یو نو تانی او پیغور خبري وي، او دا په امریکایانو کې عموما په دغه حالاتو کې شنه لګیږي. خلک د خپل مشرانو څخه د وحدت خبري غواړي، خلک داسې یو مشر غواړي چې ټول امریکا د ځان وګڼي، ټول خلک د ځان وګڼي. دغه شی په ترامپ کې نسته او دا د لوی کمزوري ده چې
کمیل هرس یک کولای سید دغه شی دغه کی غټ کی د دې څخه استفاده وکي. دا هم د بل خبره ده چې د ترامپ د وداسي امریکای د شتمنو نمائندګي کوي او هغه په خپل یعنی تاسو په امریکای کې یو لوی مشکل چي دی هغه اقتصادي نابرابری ده دغه انیکوالټی چرته وای دا یو لوی مشکل دی په امریکای کې نن ورځ ټول امریکایي مبصرین پر دې باندې چې د امریکای د یو د ټول لوی مشکلاتو څخه دغه اقتصادي نابرابری ده چې خان خان سوې دی غریب په خپل ځای ولاړ دی میډل کلاس یا منځنی طبقه هم په خپل ځای ولاړ ده معاشونه نیدی لور سوی د مامورینو د نور د میډل کلاس چورته وای یا منځنۍ طبقه چورته وای د دې معاشونه په خپل ځای ولاړ دي قیمتونه لور سوی دي یعنی دا یو نو هغه چې دې کلاس سټرګل ورته وای طبقاتي مشکلات هم موجود دي په امریکای کې چې هغه هم کولای سي د ترامپ پر ضد باندې وکارول سي نو دا به معلومه سي چې آیا کمیلا کولای سي چې د دوغو د ترامپ د دوه مشکلاتو څخه استفاده وکي او کنه بل خو ترامپ دغه هم لري یعنی هغه جرمونه چې پر 15 جرمونه باندې مجرم ثابت شو په محکمه کې دغه ثابت شو د امریکایانو پر روحیاتو باندې هم شاسو اثر نه کوي چې مجرم سره چې محکمه هغه مجرم ثابت کړی دی 15 کاونټ باندې محکوم شوی دی هغه په سپینه ماڼۍ کې چینی او د دغه سیولي عظیم ستر ملک مشرتوب وکي یعنی دغه لري خلاوې لري کمزوریان لري دا باید وګورو چې واحد فقیر سیب تاسو مخکې مو ویلې چې کاملا هارس به د جمهور رئیس بایدن مرستیال او د غې په نقش قدم به روانه وي مګر بیا د خبرو مکر چې شاید زر نور ابتکارات په خپل هم وکي بیا د دې دوړو ګوندونو د پلانونو ته وګورئ چې د امریکا د پاره د امریکا د ولس د پاره د دغه ملک د بیرته یو نړیوال قدرت په صفت چې په اقتصادي لحاظ په خپل خو بیرته ودرېږي په دغه ایسا کې تاسو وګورئ چې د دې دواړو غوندونو پروګرامونه د امریکا د ولس خېګړې په اساس به کم یو برتروي او بیا نړیوال به د کم یو ملاتړ وکړي نړیوال خو خپل منافع ته ګوري bale عموما د دیموکراتانو د پالیسی یو څه د میډل کلاس یا د منځنۍ طبقې په نفع دی که څه هم یعنی په دې څلوېښتو کالو کې دواړه حزبونه تقریبا د منځنۍ طبقې سره ښه چلند نه دی کړی خان خان سوی دی غریب پر خپل ځای ولاړ دی معاشونه کنګل سوی دی پر خپل ځای ولاړ دی داسې یعنی دغه مشکلات شته خو د کمیلا هارس یا د بایدن په دوره کې انفلیشن هغه سین دغه تورم پولی چې وو هغه تر واده پورې را کنټرول شوی دی کارونه زیات سوی دی په امریکای کې تاسو چې وس هر څوک چې مرتاسي په بازار کې ګورو په مغازو کې زه هر ځای چې ګورې تاسو ناو هایرینګ ساينونه ګورو bale یعنی په دغه ساحو کې ځینی پرمختګونه راغلي دي او بل دا چې د ترامپ خبرې په بهر کې هم خلک ورخطا کړی دي نیټه ورخطا کړی ده اروپایان ورخطا کړی دي چې دا سړی د نیټو څخه به ووزي او موږ به یوازې پریږدي نور پر امریکای باندې تکیه کول باید ونسی یعنی په ناټو کې په خپل دغه اندیشه موجود ده چې د ترامپ پر تاګه سره به امریکا او موږ ته شا کې امریکا به هغه سی په خوانی زموږ ملګری نه وي دا هم تشکر جناب فخری صاحب آقای صمد با نکات که شما تذکر دادین و با نکات که آقای فخری تذکر دادن اینطور یک ترکیب احتمال از این میره به نظر شما به حیث یک تحلیلگر و به حیث کسی که در سیاست امریکا وارد هستین که یک ترکیب کاملا هرس یک معاون به اصلاح رقمی که آقای فقیری مفکر میکنم یادآور شدن سفید پوست که بتانه قناعت مردم حاصل بکنه و تجربه چندین دهه سیاست مثلا قصر سفید یا به سطح حضور داشته باشه احتمال داره؟ یعنی ممکن است اتفاق بیفته از نظر شما؟ بله قسمی که قبلا هم گفتم در جواب قبلی خود خانم هریس گزینه‌های زیادی نداره و برای اینکه متوازنه که یاد شد
بتانه که تامین بکنه و اکثریت حامیان خود در حزب دموکرات با خود داشته باشه و در بین رای دهندگان در امریکا از نفوذ بیشتر برخوردار باشه، ناچار است باید کسی را بیاره که برش رای بیاره و کسی را نبیاره که رای که باقی مانده او را از نزد دموکرات ها به طرف دیگه بکشانه. لحاظا من فکر میکنم که بله در این قسمت ما یک انتخاب باید بیشتر متمرکز به این باشه که عمو کسانی را که اولا هنوز تصمیم نگرفتن که در امریکا undecided میگن، بله. یعنی کسانی که هنوز تصمیم به این نگرفتن که در 4 نوامبر به کی رای میتن، اینا را به طرف خود بکشان. ولی از اینکه اینا را به طرف خود بکشانه بندار اینا باید بسنجن که اکثریت کسایی که رای نداده اینا به کدام طرف تمایل دارن و بیشتر طرفدار کدام آجندا هستن، هم برای داخل هم برای خارج. دوم کسایی را باید به طرف خود بکشانه از بین دموکرات ها مخصوصا، نه اونایی که ریپابلیکن و جمهوری خواه هستن که رایشان برای های ترامپ تثبیت است، ولی کسایی که گفتم یا به جنای چپ دموکرات ها یا به جنای راست دموکرات ها ارتباط بگیرن و اونا با خانم هریس که بیشتر در وسط قرار داره خود آرام احساس نمی کنن و بیشترین از اونا امکان داره که از جمله سفید پوست های امریکا باشه که زن و مرد از دو و باید به خواهشات از اونا هم رسیدگی صورت بگیره. لحاظا در اینجا دیگه دوره چی شروع شد؟ رایزنی و چانزنی شروع شده. رایزنی با این که چطور برنامه پیش بره و چانزنی سری از این که برای کی چی داده شد و چی وعده داده شد که منافع و منافع امی مراکز با نفوذ امریکا را و رای دهندهایی را که طرفداری میکنن از اونا با خود داشته باشه. سومین عنصر موضوع کسایی هستن که تمویل کننده هستن. ببین در امریکا کسی که میدونین بدون پول کار پیش نمیره و ارزش پول و نفوذ پول در انتخابات همیشه چشمگیر بوده. لحاظا همی کسانی که تمویل کننده کمپین خانم هریس از این باد بودن، خواه اونا سفید پوست باشن، خواه سیاه پوست باشن، خواه جز جنای چپ باشن، جنای راست باشن، از خود آجندای خاص داشته باشن، مثلا در قسمت شرق میانه و غزه، جنگ غزه امکان داره که بسیار خواهشات مشخص داشته باشن، در قسمت جنگ اوکراین همچنان، در قسمت اقتصاد امریکا، موضوعات اقتصادی امریکا که در نهایت من فکر میکنم رول بسیار مهمی بازی خواهد کرد در روزهای آخر. اینا همش جای خود داره و کسایی که تمویل کننده هستن و پول میدن اونا هم بسیار از نفوذ زیاد برخوردار میباشند در سیاست در امریکا و در کمپین های انتخاباتی و حزب دموکرات هم از اون مستثنا نیست. تشکر، ممنون. پیش از اینکه به سوال دیگه به آقای فقیری بریم به یک وقفه میکنیم، یک پیام میشنویم، با تو بس صحبت دنبال میکنیم. اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې ل یک شنبه تر پنج شنبه ل واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه. د سپین خبري یا رکوراست پروګرام قدرمنه اوریدونکو او درنو مېلمنو تاسو ټولونه مننه چې خپل نظریات وړاندې کوي. درنو مېلمنو او اوریدونکو تاسو نه مننه چې پروګرام ګوري رسته خپل نظر وایي. احد عزیز صاحب تاسو په اجازه زه غواړم چې واحد فقیری صاحب سره دا سوال مطرح کوم لکه څنګه چې محترم عمر صمد صاحب مخکې د انتخاباتي کمپین د مالی مصارفو یادونه وکړه. واضح خبره ده چې هر څه مهم دي، هر شی لپاره پیسه مهمه ده، خو په امریکا کې د انتخاباتي مبارزې لپاره یا په هر ملک کې دغه
تمویل کون کی خپل نظریات لري خپل سیاسی فکر او دید لري پاغي اساس باندې دوی ګور شي سو کوړه خ کار کول شي دوی غ نظریه سو کوملي کول شي مغه ته دوی پیسې ورکي اوس چې د دیموکرات ګوند کاندیدای خبره شو چې کامل هرس به په هغه کې په کانګره کې شاید ډېری رای وګټي نو سبا معلومه شي چې دغه د کمپین شرکتونه څومره پیسې ورکي و د څه معلوماتي فقیر سپ تاسو ته په تر معلومه ده چې په دې کمپین کې به مثلا دیموکرات ګون څومره پیسې ته ضرورت لري یو میلیارد دوه میلیارد څومره ده خو به تاسو ته معلومه وي چې اوریدونکو ته وایي مګر دغه شرکتونه چې دغه کمپین تمویلوي دوی ته پیسې ورکي فکر کوي چې دوی به هم دومره پیسې برابرې کی کامل هرس ته چې دا وکړي شي په مالی لحاظ باندې هم د ترامپ نه انتخابات وګړي یاو سوال مګر ترامپ خو خپل د پیسو کمبوت نه لري سوال دا دی چې دا به د چا په ګټه وي یعنی د امریکای انتخابات واقعا هم بیخي ګران سوي دي قیمت سوي دي هر انتخابات تر بل انتخاباتو ګران تمامېږي په بلین هاو ډالر باندې مصرفېږي او د امریکای دیموکراسي تقریبا لکه لیلام سوي چې دا هر څوک چې ډېر پیسې ولري هغه انتخابات ګټي دا یو واقعیت دی هر څوک چې ډېر ډونیشن راټول کی ډونران راټول کی د هغه چانس تولول ډېر کیږي او خبره دا هم د زبا خور چې لوی لوی شرکتونه تقریبا په مساوي شکل سره دواړو حزبونو ته پیسې ورکوي یعنی په دواړو خواو باندې هغه داو چې وي پر دواړو خواو باندې وي هر خوا چې وګټي لوی شرکتونو ګټه د پکشي کې نو لهذا د امریکای پر دیموکراسي باندې دا یو الزام دی چې دا نور هغه په خوانی هغه اصلیت د لاس ور کړی دی د پیسو د پیسې بخې ډیر زیاتې پکښې کې مهم سی دی د ډرټی منی ورته وایي یا ناولی پیسې ورته وایي چې دا په سیاست کې ګډې سی دی او سیاست یې تر ډیره حده پورې فاسد کړی دی ځکه سیاسیون مجبور دي چې ولاړ سي لوی کمپنیانو ته لوی شرکتونو ته هغو ته عذر زاری وکړي او د هغوی څخه پیسې واخلي او لوی شرکتونه هم په دې پوهېږي که چیرې یو سیاستوال د دوی د پالیسیو مخالف کار وکړي دوی کولای شي چې راچپای کړي مخالفانو ته پیسې ورکړي او هغه سړی له منځه وباسي تاسو په دغه کې لیدلی په نیویارک کې دغه اوس کې انتخابات وسول دیموکرات حزب هغه د دیموالته یو کانګرسمن او دغه په مخالفت کې ودرې ځکه هغه پروګرسیو او مترقی او دغه په مخالفت کې ودرې د لا وسړی ناکامه کی یعنی د پیسو دغه نقش به خزو ورکړي بله مهرباني وکړه تشکر جناب سمصب مې مخواستم در مورد تاثیرات سیاست های جهان دیگه مثل اروپا سر انتخابات امریکا نظر شما رو بپرسم. در سالهای آخر در اروپا هم اتفاقات افتیده که انتظارش کمتر می رفته، بخصوص امسال که انتخابات بسیار زیاد از هم در اروپا است و هم در خارج از او. شما فکر میکنین با سابقه که آقای ترامپ داره و آقای بایدن با کشورهای اروپایی متحدین آقای بایدن که زیاد خوشبین بودن و متحدین ایالات متحده در کل تأثیرات می داشته باشه که بتونن مثلا در نظر گرفته شوند در برسان عامه ایج تأثیر گذاشته شود بتانه به نفع کامل هرس تمام شود؟ فکر نکنم که اروپایی ها یا باز خارجی های دیگه از یک حد بسیار کم زیادتر بتانن که اعمال نفوذ بکنن در انتخابات امریکا هرچند ما شما در سالهای اخیر زیاد شنیدیم که مثلا روسا یا چینایا یا بعضی کشورهای دیگه در امریکا از طرق مختلف هم از پول استفاده کردن هم از رسانه ها استفاده کردن هم از سوشال میدیا استفاده شده و از امکانات حتی تکنولوژی استفاده کردن برای از این که اگر بتونن تا یک حد یک کاندید دلخواه خود کمک کنن یا کاندیدی را که با او مخالفت دارن در انظار مردم ضعیف نشان بدن ولی من فکر میکنم که بسیار محدود است و تا
و او اندازه نیست که بتونه که سرنوشت یک انتخابات در امریکا به طرف دیگه بکشانه و تصمیم گیرنده باشه. ولی تشویش در خارج زیاد است، نظر به اینکه شما در کدام قسمت از سیاست قرار دارید. به این معنی که ببینید در اروپا فقط امروز اروپا یک بخش اروپا به طرف کوشش داره که خود در وسط نگاه کنه یا به طرف یک کمی چپگرا بره، چپ به طرف چپ بره. و این نمونه را مثال ها را ما شما در فرانسه و برتانیا دیدیم در اخیرا. ولی بخش دیگه اروپا را ببینیم به طرف راست و حتی راست افراطی روان است و به شکل واکنشی یک قسم عمل میکنند که آلمان و ایتالیا از مثال های برجسته از بود. هلند مثلا در آخر بله، هلند همچنان. لحاظ من فکر میکنم که در اینجا کدام فرمول خاصی وجود نداره. امریکا هم ما شما دیدیم که گاهی به طرف راست و گاهی به طرف چپ، ولی همیشه یک چپ و راست وسطی بوده، افراطی نبوده تا زمانی که آقای ترامپ آمد. آقای ترامپ که تا حد یک راستگرای پوپولیست است، نه به شکل عنعنویش، و از انزجار مردم میتونه به خوبی استفاده کنه در شرایط امروزی. او یعنی میتونیم بگوییم که در خلال 8-9 سال گذشته تانسته که در بین مردم امریکا یک قسمت عمده از کسانی را که زیادتر سفید پوستا هستن و یا کسانی که با سیستم مشکل دارن و فکر میکنن که سیستم امریکا آلوده شده و فساد زیاد شده در داخل دستگاه دولتی امریکا، اینا خواهان تغییر و تحول هستن و یا یک اندازه اصلاحات هستن، ولی به شکلی هستن که امکان داره اگه دیگه مخالف از او باشن. و امید تداوم بر هم خورده، چیزی که در امریکا در وسط بود بر هم خورده و دیده شده که این بار آقای ترامپ که یک معاون جوانتر از خود تعیین کرده که او میتونه که باز نسل نوی از این دست راست افراطی پوپولیست امریکا را رهبری بکنه در آینده، یعنی این چانس هم وجود داره. این نشان دهنده از این است که امریکا هم در یک تضاد فکری قرار داره و بین وسط و چپ و دست راست نسبتا افراطی یا پاپولیست بگوییم یک درز کلان ایجاد شده. و انتخابات امسال من فکر میکنم که این موضوع را وضاحت خواهد داد که امریکا برای چند سال آینده به کدام طرف حرکت میکنه. و یک قسمتش به اقتصاد تعلق داره، یک قسمتش به موضوعات مهاجرت بسیار زیاد نقش بازی میکنه. امی که میلیون ها خارجی بدون اسناد و غیر قانونی داخل امریکا شده میتونن، این بسیار یک تاثیر منفی داشته بالای اذهان عامه یک بخش از امریکا. و موضوعات ملمدار سیاست خارجی هم تا حد نقش خواهد داشت. دیره مننه، دیره مهم نکته تاسیاد کړلې، ما غوښتم دې برخه کې سوال کوم. ډیر تشکر واحد فخیر صاحب. تاسو څه فکر کوئ چې په جهان کې د سولې او دیموکراسي د پرمخ بیولو لپاره، د سولې د راتلو لپاره، دغه اوس د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره، په غزه کې د غزې د جګړې د ختمولو لپاره، یا مثلا اخوا تکور شو سوریه او نور ملکونو ته ځنه ستنه ته وګورو، سودان ته وګورو، دغه مسایل ته چې وګورئ، د کوم ګوند، د دیموکرات ګوند که د جمهور غوښتونکو ګوند پالیسي به د دې سبب شي چې د خلکو یا د ولسونو دغه ارزوګانې ترسره شي او خیرازي په هر ملک مثلا امریکا ده او کانور غریب ملکونه دي غشي خلکو ته میسر شي. ستاسو په فکر؟ زه فکر کوم که چیرې ټرمپ راسي، زما خپل عقیده دا ده چې شاید اوکراین جنگ ختم کړي او تر ډېره حده پورې هلته موفقه سي، کامیابه سي، ځکه ټرمپ دا ویل دي چې زه دا کار کوم. او زه فکر کوم چې ټرمپ ډېر کوشش وکړي چې روسیه د چین د مدار څخه راوباسي. اوس روسیه تقریبا د چین په مدار کې ولیدلې ده، او د چین یو سټلایټ یا شپږمه ګرځېدلې ده. هر ځای چې شغلې شي روان وي،
دغه پوتین یې کنجوغه کړی وي د ځان سره بیایي. او زه فکر کوم چې ټرمپ غواړي چې دا کار وکړي چې دا روسیه باید د چین څخه راوباسي را خلاصه کړي. په هغه ځای کې زه فکر کوم چې ټرمپ کولای شي چې پرمختګ وکړي، مګر د فلسطین په برخه کې زه فکر کوم چې د دواړو حزبونو پالیسي تقریبا یوه ده. د فلسطینیانو غم څوک نه خوري، او خپل ټرمپ هم څه وویل چې پرېږدي دا شی باید خلاص کړي، یعنی اسرائیل ته باید وخت ورکړي چې دغه سیبلار سي او فلسطینیان ختم کړي. زه فکر کوم چې فلسطین په برخه کې به پیشرفت رانه سي، مګر د اوکراین په برخه کې زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ شایي د سولې لپاره ډېر جدي کار وکړي، او تر ډېره حده پورې د اوکراین یو څه غم وخوري. مګر په نور ځای کې هم زه فکر کوم چې د ټرمپ ډېر تمرکز به پر خپل امریکای باندې وي، ولې ځکه دوی وایي چې امریکا باید اول جوړ شي، امریکا باید بیا ستر شي، امریکای باندې باید پیسې مصرف شي. دا هم زه فکر کوم چې دا ډیرو کومکونو څخه به پیسې را وګرځوي. زما خپل عقیده دا هم ده چې که ټرمپ راشي شاید پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس ورځي اوس د بایدن د خواسو روانې دي نغدې شاید باندې قطع شي، سفارت هم خلاص نشي په افغانستان کې. یعنی دا چې د زموږ لپاره مثبت او منفي اړخونه لري، مګر د کمیلا هارس په پیسې کې وځو باید وایم چې د هغه د بایدن تر دې حد پورې باید د بایدن پالیسی تعقیب کړي، که څه هم د غزې په برخه کې یو څه متفاوت نظر لري. دا چې د اوکران په برخه کې به څوک چې فکر کوم چې شاید تر دې حد پورې دغه شی روان وي لکه اوس چې بایدن روان کړی دی، یعنی هلته هم چندان د سولې دغه نسته، د سولې لپاره کار نه دی سوی، نه امریکا په دې برخه کې کوم پیشقدمي کړې ده، نه هم اروپا په دې برخه کې کوم پیشقدمي کړې ده، بلکې نور هم عام اوکراین ته پیسې دیږي او هم پر روسیه باندې زیات بندیزونه لګېدلې دي. داسې یو نوې جنگي موقف نیول شوی دی. نو په دا خاطر زه فکر کوم چې په ځینو ځایونو کې د ټرمپ ځینې پالیسۍ شاید د سولې لپاره بهتره وي. د امریکای په سیاست کې د امریکای متحدین او امریکای طرفداران صفر کوي، ټول په خپل دریزونو او موقفونو ولاړ وي چې د بایدن د حکومت د بایدن د مرستيال په لوي وکي. یعنی د امریکای ملګری عموما د امریکای جریا او حالت ته ګوري، امریکا ز فکر کوم پر هر خوا حرکت کوي، اروپا پر هغه خوا حرکت کوي، خصوصا په خارجي روابط کې ډېر هغه پورې اروپا کوشش کوي، نیټو کوشش کوي چې د امریکا تر رهبری لاندې حرکت وکړي. هر څه چې واشنگټن غواړي دوی هم هغه سي حرکت کوي. ځکه واشنگټن قوي دی، واشنگټن د اروپا لپاره امنیت برابر کړی دی، په دې لحاظ هم خلق کوشش کوي چې څه چې د واشنگټن څخه راځي هغه تعقیب کړي. په ځینې دغه جزئي شانو کې شاید اختلافات موجود وي، مګر په عمومیاتو کې زه فکر کوم چې نیټو تر ډېره حده پورې به هغه څه کوي چې واشنگټن ورته وایي، واشنگټن امر کوي. نو په دغه لحاظ فکر کوم چې هغوی هم اوس دغه دې داسې په ابهام کې دي، یو نوع تشویش لري چې ټرمپ په کومه لار واخلي، د نیټو سره به څنګه دغه وکړي برخورد وکړي، د اوکراین سره به څنګه کوم برخورد وکړي، او دوی باید د دغه تعامده اوسی چې ټرمپ راسي دوی هم باید خپل پالیسي په هغه شکل سره تغییر ورکړي او سمبالي. ممنون، تشکر جناب فقری صاحب. تشکر سمت صاحب، صحبت با شما خلاصه میکنیم. من فکر میکنم که وقت ما کمتر مانده. با شما پیشتر گفتیم که دشواری های وجود داره در مورد انتخاب، از اینکه امریکایی ها به سمت کدام طرف میرن. آقای ترامپ هم با سوابقی داره در امریکا، تعداد به او خوش هستن و تعداد با خانم هارس که به گفته شما زیر سایه سیاست آقای بایدن حرکت کرده او. ولی در اخیر شما تاثیرات آمدن ترامپ
و روابط خارجی که دو وقت تجربه کرده داشته، فکر میکنین که این موری باشه برای آقای ترامپ که برنده شده، و یا از خانم کاملا هریس که زیادتر شاید تمرکز کنه برای امطور که گفته شد در اتحاد و در پایین آوردن قیمت ها، مثلا در منافع مردم امریکا در داخل؟ جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا هفته ها پس از مقاومت در برابر پرسش های مطرح شده درباره توانایی ذهنیش و تأکید بر اینکه او می خواهد در کارزار انتخاباتی باقی بماند، اعلام کرد که به مبارزات انتخاباتیش پایان داده و به دنبال انتخاب مجدد در ماه نوامبر نخواهد بود. آقای بایدن حوالی ساعت 2 بعد از ظهر یک شنبه در صفحه اجتماعی ایکس کنارگیریش را از انتخابات اعلام کرد. یک افتخار بزرگ زندگی هم بوده که به حیث رئیس جمهور شما خدمت کنم. بایدن گفت در حالی که قصد داشت دوباره انتخاب شود، اما معتقد است که به نفع حزب دموکرات و کشورش است که کنارگیری کند و تنها بر انجام وظایف خود به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در ایام باقی مانده دوره ریاست جمهوری خود تمرکز کند. بایدن در این اعلامیه از کاملا هریس به عنوان معاونش سپاسگزاری کرده و نگاشته است که برایش یک شریک فوق العاده بوده است. آقای بایدن در یک پست دیگر رسانه‌های اجتماعی حمایت و تایید کامل خود را از کاملا هریس به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرد. از لحاظ سیاسی این امر بسیار پرمعنا خواهد بود، به خاطر که نمایندگان دموکرات از جو بایدن حمایت کرده و به او گوش می کنند، اما او نمی تواند به طور اوتوماتیک نمایندگان یا هر کس دیگر را به هریس انتقال دهند. تقریبا تمام 3896 نماینده دموکرات که ماه آینده در جلسه ملی نامزدی دموکرات ها در شیکاگوی الینوی ملاقات می کنند با بایدن که در رقابت های مقدماتی در کشور پیروز شد رأی دادند، اما تحت قوانین DNC این تعهدات قابل تغییر هستند. درخواست از بایدن برای کنارگیری از کارزار انتخاباتی در این روزها بیشتر شده بود که در آن قانونگذاران ارشد دموکرات نیز شامل آن بودند. بر اساس نظرسنجی سازمان نظرسنجی غیر حزبی و اسوسییتد پرس، 58% دموکرات ها فکر می کنند که کاملا هریس معاون رئیس جمهور بایدن یک رئیس جمهور خوب خواهد بود. در کل 30% امریکایی ها برای کاملا هریس رأی مثبت دارند. اگر دموکرات ها تصمیم گیرند که کاملا هریس تکت انتخاباتی دموکرات ها را رهبری کند، باید روی معاون خانم هریس نیز با توافق برسند. آقای بایدن به روز یک شنبه گفت وی در اواخر این هفته صحبت کرده و جزئیات بیشتری در مورد تصمیمش به امریکایی ها ارائه خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز پنج شنبه رسما نامزدی حزب جمهوری خواه را پذیرفت و فورا پس از اعلام بایدن یک پیام را در صفحات اجتماعی به نشر سپرد. جو بایدن متقلب برای کندوتوری ریاست جمهوری مناسب نبود، برای ریاست جمهوری مناسب نبود و مطمئناً شایسته خدمت نیست و هرگز نبود. وی در این پیام بایدن را برای کاندیداتوری و ریاست جمهوری نامناسب خوانده، گفت بایدن شایسته خدمت نیست و هرگز نبوده است. قدر مرا وریدون کو د امریکا غا گاشنا رادیو د سپین خبری یار کو راز د پروگرام هم دل ته ختم شو. زمونږه مترشه به پختنی او نور پختنی آینده خبرونه کی د کارپوهانو سره راز پړل کیږي. تاسو نه مننه اوس د امریکا غا گاشنا رادیو بل خبرونه پیل نظم شو. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن. لینا روزبه هستم. احمد سیرزیو هستم. محمد احمدی هستم. من سهر عظیمی هستم. نجیب خلیل هستم. بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا، جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده، موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظام